میگه یا کسان جنتی ها یکی از دیگه خود پرسان میکنه، قال قائل منهم، یکی از جنتی ها چی میگن؟ میگه والا قصه دیگه خدا میکنه، میگه والا من یک دونه رفیق داشتم در دنیا، این سکن رفیق هایی تو نکو. باز میگه قال قائل منهم، یکیشان میگه والا من یک رفیق داشتم، این کان لی قرین، این یقینا کان بود لی بر من یک قرین، یک دوست یک رفیق داشتم. یقول میگفت این رفیق بر من، اینک لمن المصدقین، تو مسلمان هستی، دیندار هستی، دینداری میکنی، نماز میکنی، قرآن میخونی. باز میگه می رفیق من برای من میگفت که ایذا کنا متنا و کنا ترابا و عظاما، اگه ما بمریم باز خاک شویم، استخوان شویم، اینا لمدینون، باز بر ما عوضی و بدله داده میشه. قال هل انتم مطلعون، برای زنا گفت، میگه که آیا میخواین که از امی رفیقتان اطلاع حاصل بکنین؟ فطلع، باز میره امیر رفیق خودم میبینه، فرآه فی سواء الجحیم، میبینه که امیر رفیق جاتش دوزخ در میگیره. یکان وقت شما روبرو میشین یک کسی میای به نام رفیق و دوست و صمیمی و ترا، باز ترا میگه چی میکنی بچیم؟ این نماز خواندن و این درس خواندن و این گپا نیست، بیا یکان فیلم سیل کنیم، سینما بریم، بریم چکر بریم، شراب بخوریم، یکان قیلونک بزنیم، یکان لدو بزنیم، اینی کارا را بکنیم. ترا من حرف میسته، بیا که بریم یک حزب بسیار لکس برات نشان بدم، حزب است که قوم پرستی است، یک حزب قوم پرستی است که پشتونا را جذب میکنه، یک قصد حزب قوم پرستی دیگه است که تاجیکا را و یکی ازبک و یکی یورا و یکی عرب و یکی عجم دیا کش میکنه. آل این نفره که گپ از این رفیق احمق خدا نگرفته میفهمه که خود لوده است، آل دیگه ده خودش در جنت است، میگه تو باش برم از امی رفیقم خبر بگیرم. میرک سعی میکنه، رفیق سعی میکنه که تا کجا است، فی سواء الجحیم، در میابین دوزخ امو جفتادگی است. قال، باز امی رفیق دیندار چی میگه؟ میگه قال تالله قسم به الله هست، این کتا لطردی، نزدیک بود که مرام حلاک کنی والا، اگه گفت این رفیق تا نکدی نه کتش نرفتی، آل تو جنتی شدی و دوزخی شد. بازی چی میگه؟ میگه والله نزدیک بود که تو مرا، لا ولولا نعمت ربی، اگر نعمت ربم نمی بود، لکنت من المحضرین، آل ما هم در جمله اینمی حاضر شده ها می بودیم، آل ما هم تکت تکه بودیم. خب شد که کت تو گپت را قبول نکنم. افما نحن بمیتین، آیا نیست ما مردنی؟ الا موتتنا الاولا، برش میگه ما دیگه نمی مریم، بغیر از اونمون مردن اولی. این رفیق دومی جگه باز چی میگه؟ کاش که ما شما زنده شویم، باز بریم رفیق باشیم، باز ما کل گپای تو را قبول میکنم، همون قسم که تو ریش داشتی ما هم ریش میمانم، همون قسم که تو قرآن حفظ میکنی ما هم قرآن حفظ میکنم، همون قسم که تو ترجمه میخوانی ما هم ترجمه میخوانم، همون قسم که تو قرآن و سنت را قبول داشتی ما هم میکردم. این رفیقش میگه فاما ما نحن بمیتین، ما دیگه مردنی نیستیم، الا موتتنا الاولى، ما یک دفعه که ما شما مردیم که دوباره زنده شدیم، و ما نحن بمعذبین، و ما دیگه باز عذاب کرده عذاب کرده هم نمیشویم، ما دیگه خلاص هستیم، الحمدلله ما به موفقیت خود رسیدیم. رفیق دیندارش برش میگه ان هذا له الفوز، ان هذا الله متعال، میگه اینی هست له الفوز العظیم، اینی کامیابی بزرگ است، لمثل هذا فلیعمل العاملون، میگه مثل ازی وار عمل بکنن عمل کننده ها. آل الله متعال میگه ازالک خیرون، امی خوب است که تو در جنت باشی، قصرهای جنت باشی، خوردنی های جنت باشی، ازالک خیرون، امی کار خوب است نزلن که تو مهمان باشی، مهمان الله باشی. نزل اینجا مهمانی رو میگن، آیا این قسم مهمانی خوبش است که مهمان الله باشی و این نعمت هایی که ذکر شد از یا بگیری، ام شجرت و زقوم، یا مهمان دوزخ باشی که در بین از یک دانه درخت است نامش است زقوم. انا جعلناها فتنة للظالمین، میگه ما ایره گردانیدیم یک امتحان بر ظالما، که در بین دوزخ درخت خطرناک است. چه قسم درخت است؟ انها شجرتون، این درخت است که تخرج فی اصل الجحیم، که این خارج میشه از میبین دوزخ. چه قسم میوه داره این درخت دوزخ؟ میگه تلاها میوهش که انه رؤوس شیاطین، مثل کلای شیطان وارست. شیطان تصور کن یک چیز خبیز گنده بویناک بینی و قوارش سعی کنی که همه چیز هست، میگه امی میوه که هست این همه تو مثل نمی کلی شیطان واره چیز این همه تو هست. فا این هم لآکلون منها، باز میگه امی دوزخی ها ازی حتما میخورن بزور، دیگه از امی
گنده چیزی که فمال اونم من حلبوتون باز میگه از این شکمهای خودم پر میکنن. یک وقت من در کشور عربی رفتم، یک درخت وادارم اید نیست من تا و همه تا نامش هم آنده بدن، او رو به خاطر یک خرابی که درخت داشت نام از رو زقوم میگفتن. من رفتم در جای یک درخت بود تو میبه که قسپی داشت، من گفتم که چی هستم؟ این چی هست؟ گفتن این زقوم است. گفتم زقوم چی هست؟ من هم میفهمیدم، یه آیت هم نخوانده بودم. گفتن این رو زقوم میگن. من میدم میبه رو کندم و پوستش کردم در سرش خارک ها داشت رو پوست کردم، میره گفتم کمی دمی دارم انداختم کمی تا میجم که یک وقت سل میکنم که اقیق خارا در زبانم در لبای و عرب مرگا گفت چوری رو خوردی؟ ما خود را گفتم که زقوم است. کدام سه ساعت چهار ساعت این یعنی خارا یزی همی دان و لبای و بیخی پندانده بودن، بیخی وضعیت به خراب کرده بود. خب این خوب مثلا رحمت و نامش هم مانده بودن، لیکن الله حفظ بکنه از این درختی که در دوزخ است. فانهم لا اکلون منها، بازی مردم ها از این میوی خطرناک میخورن. فمال اون منها البطون، باز شکمهای خود از این پر میکنن از این گندگی و چتلی. ثم آی تنها همی عذاب از برشان میگن نه، ثم این لهم، باز بر زمین مردم ها که میمان دوزخ هستن، علیها بالای از این لشوبا من حمیم، باز یک مواد آمیخته شدگی است، آب جوشانده دوزخ از کثافات و گندگی ها و چتلی های دوزخی ها که هست، ایره هم میارن باز سر از این میگه ایرم بنوش. ثم این مرجع هم، باز بعد از این مرجعی از اینا بازگشتران، لیل الجحیم، به طرف دوزخ است. اینهم الف و آبا هم دالین، دیگه میگم مشکل از یا چی بود؟ میگه یا همیشه از پدرای گمراه خود پیروی میکردن، اگه پدرش کمونست بود میگه فا پدرم کمونست بود من مرای از اموره میگیرم، اگه پدرش بود پرست بود میگه مامو پدرم بود پرست بود من در مرای پدر هستم، اگه قبر پرست بود میگه مامو کارم میکنم. در هر گمراهی که پدرش رفته بود میگه ای عادت داشت که پدر پرست بود. ما شما گفتیم نه پدر سالاری میکرد. این الله متعال میگه یا مردمایی بودن که الف و یا دیگه یافته بودن الفت گرفته بودن آبا اهم امو اعتقادات غلط پدرانشان را که دالین گمراه می بودن. فهم علی آثارهم یهرعون، یا دیگه به نشان های قدم پدرای خود یهرعون، همو تک حیوانات می دوه به عقل به نافهمیده، یک دفعه گرگا را ببینید سگا را ببینید که یک طرف دویده میرن کجا؟ دیگه شما هیچ هم تو سرش معلوم نیست، یا میگه هم تو مثل حیوانات ور از اون پشت سر از اون متدویده میرن. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، و یقینا که گمراه شدن قبل از اینا هم بسیاری از مردم های سابقه، ای که پشت پدرهای خود میگشتن بسیاری از پدرها هم گمراه میباشن. شما اگر معقول هستین قرآن ببینین سنت ببینین، اگر پدر و مادرت مطابق قرآن و سنت بود بسیار خوب است، اگر یکی مخالفش بود دیگه پدر پرستی نکو. ولقد ارسلنا فيه منذرين، الله متعال میگه بر از اینا فرستادیم ما بسیار پیغمبرایی که نارا ترس میداد. فانظر کیف کان عاقبت المنذرین، بیبی که چه قسم بود عاقبت منذرین، او کسانی که ترسانده شده بودن. الا عباد الله مخلصین، مگر که از کل عذاب ها رهایی پیدا میکنه او بنده های الله که اونا بسیار اخلاص داشته باشن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.